به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. برنامه امروزمون خیلی 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 فشرده است و من خیلی خیلی سری میرم روی اصل قضیه و شروع میکنم کار رو آغاز کنم. دو تا نقاشی دارید بچه های عزیز، نقاشاتون تا لحظات دیگه پخش خواهد شد. پوزش میخوایم از این که برنامه تأخیر شروع میشه، مشکلات هست و به هر حال باید هممون قبول بکنیم، تحمل کنیم. خواهشی داشتم از همه شما میهن پرستان عزیز خارج از کشور، عزیزانی که هنوز عشق به ایران رو دارید و هنوز عشق به پادشاه دارید، پادشاه دوست هستید، شاه دوست هستید، شاه پرست هستید، میهن پرست هستید، چون فقط ما نه با شاه دوست باشیم، باید شاه پرست باشیم. مثل میهن پرستی ما نه فقط به میهنمون دوست داشته باشیم، باید میهن پرست باشیم. شاه پرستی هم بخشی از جریان میهن پرستی است. ازتون خواهش میکنم لطف و محبت بفرمایید به هر طریقی که امکان داره با یک مبالغ
قابل توجهی، لطف کنید به سنگر، حالا منظورم فقط امشب و این برنامه نیست، در طی روزهای آینده لطف کنید حمایت بکنید تا ما بتونیم این دستگاه رو تهیه بکنیم. و به هر حال اوضاع هم بسیار جالب نیست. بله، خیلی هم از همتون ممنونم. در طول برنامه اگه زنگ بزنید که بی‌نهایت از تک تک همه شما عزیزان سپاسگزارم. نقاشی بچه‌ها هم که گفتم بله پخش خواهیم کرد، یه تظاهراتی هم هست، یه تظاهراتایی هم هست مال بچه‌های خارج از کشور، اونم لابلای برنامه پخش خواهیم کرد. و سپاسگزارم از همه شما خانم آقایونی هم که تشریف آوردید دوشنبه از سراسر جهان داخل و خارج از کشور، و خیلی خوشحال شدیم صدای شما عزیزان رو شنیدیم، از نقطه نظرها و دیدگاهاتون با خبر شدیم، یاد گرفتیم، آشنا شدیم. خیلی هم از لطف و محبت همتون سپاسگزاریم. ببخشید اگر در طول برنامه ها به هر حال قطع میشه، صداها نمیرسینا، دیگه امکانات همینه و فرصت همینه. بازم از همتون سپاسگزاریم. امیدواریم که در هفته های آینده در یک فرصت های مناسبی بازم این افتخار رو داشته باشیم، سر بزنیم به منازل شما عزیزان و صدای همه شما خانم ها آقایون رو در سراسر جهان، به ویژه همیهنان عزیزمون در داخل کشور که دل خودمون برای همه شما تنگ شده، صدای شما عزیزان رو در داخل ایران بشنویم. خیلی هم از همتون ممنونم از اظهار لطف و محبتتون نسبت به ایران آریایی، و درود به شرف همتون که این چنین آمدید و یک بار دیگه حمایت خودتون رو از پادشاه به گوش جهانیان و به گوش مزدوران رسوندید. اما شهر بسیار شلوغ طبیعی شهر رو، شهرهای ایران رو نمیگم، خارج از کشور رو میگم. آنچه که همیشه من حضور شما عزیزان عرض کردم، طبیعت مبارزه همینه. من یک مطلبی رو اول قضیه بگم تا بتونیم کار رو شروع کنیم. از اینکه جمهوری اشغالگر اسلامی از وسط دو شقه شده، در این شک و تردیدی نیست. جمهوری اشغالگر اسلامی تا این لحظه، فردا چشم آبی ها وارد چه نوع قراردادهایی با اینا بشن من نمیدونم، من دارم لحظه رو میبینم. مثل این که من میام میگم که این بچه های میهن پرست، این آقای میهن پرست، این بانوی میهن پرست، فردا این بچه های میهن پرست، این بانوی میهن پرست، این آقای میهن پرست یا خائن کار در میان یا زیر آبی میرن، من نمیدونم. من هیچ کسی رو به جز خودم نه تایید میکنم نه میشناسم، قرارم نیست اصلا کسی هم نباید بیاد منو تایید بکنه یا بشناسه، من فقط خودم رو میشناسم. من میتونم قسم بخورم تا اگر زنده بمونم، خدا اینا کرده، اگر زنده بمونم مثلا تا 10 سال دیگه من چیم از نظر فکر و اندیشه، همین آدمم. امکان نداره سر سوزن، یعنی سر سوزنم شما نصف کنید، بعد اون نصفرم دوباره نصف کنید، انقدر نصف کنید که دیگه با میکروسکوپ هم نشدی. من دست از حمایت از پادشاهی بر نمیدارم، پشت سر اعلیحضرت هستم، بغل دست اعلیحضرت نمیام و پشت ایشون هستم. پشت ایشون هم نه تو فاصله 1 متری، من تو فاصله 10-15-20-40-500 کیلومتر، نمیدونم، هرچه دورتر بهتر. من پشت سر اعلیحضرت هستم، پشت سر پهلوی هستم، من یک پهلویستم، پهلوی پرستم و مشروطه خواه بسیار چند طبقه هم هستم. اینا رو به خودم میشناسم، میدونم. اینا رو نمیگم محض چیزا مثلا با امتیاز بهم بدید، میخوام خودم به شما بیشتر بشناسونم، وگرنه در مورد مردم من نمیدونم. آدمیزاد مثل جریان سیاسته، سیاست هر لحظه عوض میشه، آدم هم تغییر میکنن. و امیدوارم انسانهایی که تا این لحظه رو حرفشون موندن، وفادارن به نظام پادشاهی، وفادارن به خاندان پر افتخار پهلوی و این چنین دارن در سراسر جهان فعالیت میکنن، در داخل کشور فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد، همچنین روی عقایدشون بمونن. آرزو میکنم اینا رو هم توضیح دادم که کار رو آغاز کنیم. آنچه که مسلمه، دشمن همونطوری که ما فهمیدیم، دشمنم فهمیده، اتفاقا دشمن بیشتر فهمیده که جمهوری اشغالگر اسلامی رفتنیه. در این شک و تردیدی نکنید. و بازم تکرار میکنم، حالا فردا چه خواهد شد، فردا جمهوری اشغالگر اسلامی آمریکایی‌ها مثلا زیر میزی جو فروشه بیاد بگه که دیدی مثلا چه بلای سرت آوردیم، مثلا بیا الان مثلا ماچ بازی بکنیم، یه علی شیری هم ببینید به بنبست سری مرکز دکانش تو کاه، یه آشغال دیگری برم بزن اونجا. اینا سیاست کثیف جهانیه. ولی آنچه که دارم من میبینم
و با این عقل ناقص هم سیاست‌های اروپا رو دنبال می‌کنم، نه من سیاستمدار باشم، هم چیزایی که الکی مثلا خودم خیال می‌کنم، مثلا یه چیزایی بلدم دارم می‌بینم، این اروپا پشت این جمهوری اشغالگر اسلامی رو کاملا خالی کرده و آلمان که شاگرد پادوی انگلیس‌ها در اروپا و امریکایی‌ها هستن، چون آلمان میدونید که آلمان شاگرد پادوی واشنگتن و لندنه، یعنی برلین تحت کنترل کامل واشنگتن و لندنه، پاریس هم تحت کنترل لندنه، منتها هر از چنگای پاریس یه لگدی یه جفتکی به واشنگتن میندازه سر یه جریاناتی، ولی در نهایت واشنگتن گوش پاریس رو میگیره میکشه، میگه نکن یهو مثلا بگم تو یکی از شرابات یه کرم پیدا کردم، بدجوری شرابات کرمه، بعد اون وقت ما میدونی چه بلایی سرت میاد. بنابراین اروپا وقتی میخواد یه چیزی رو به یه کشوری بفهمونه، مثلا میخوان به چینیا بگن که دیگه خیلی پررو شدی یا دیگه حواس جمع جور باشه، کشیده میاد، اینو وزیر امور خارجه انگلیس با نمیشه بره پکن، یا وزیر امور خارجه امریکا نمیره پکن، به وزیر امور خارجه آلمان میگن. دلا که بدبخت به خاطر اون دوتا جنگی کردن زدن در بوداونش کردن، این شاگرد پادو اینم خودش هم قبول کرده، آلمان قبول کرده، میگه من نوکرتونم هستم، کجا باید برم، کجا رو باید امضا کنم، کجا رو باید برخصم. مثلا چند وقت پیش یه مشکلی پیش اومد تو آفریقا، توی یکی از کشورهای آفریقا الان یادم رفت کجا بود، مثل ماداگاسکار بود، نمیدونم الان خاطرم نیست، بعد یه ذره اونا یابو براشون داشت و فلان و اینا، میخواستن باج ندن و استقلال داشته باشن، بعد وزیر امور خارجه سابق آلمان اونو فرستادن رفت اونجا، و بعد یارو چیز آفریقایی گفت باشه چشم اینا، گفت نکن باز خود در سر درست نکنی، نیرو دریای انگلیس همه جا هست، این سر خرکج میکنه سوسمارش از دم اون چیز بابل مندب میاره پایین، بعد یکی دوتا میزن توی تک، تو که بدبخت به جز 2 کیلو موز و نیم کیلو آناناس چیزی نداری، بهتر مکسر جا پر روی نکن. به هر حال این وزیر امور خارجه آلمان بازم امروز یا دیروز یک کشیده جانانه گذاشت تو دک و پوز جمهوری اسلامی که آقا این رژیم تروریسته، تروریست بربره، باید برن و چه و چه و چه. بنابراین جهان مطمئنه که کارشان تمام است و با اینا دیگه نمیشه کنار اومد، و اینو دشمنم میدونه. رژیمی که دیگه به صورت رسمی و علنی ملتی بیاد تو خیابون و بهش بگه آقا فقر و گرون، چون واقعا گرونی بیداد میکنه، فقر بیداد میکنه، من فکر نمی کنم، یعنی فکر نمی کنم که میتونم بگم، تقریبا بله یقین دارم هیچ کجایی در جهان چنین تورم و تورم هولناکی، یک چنین گرونی وحشتناکی در جهان باشه. در کشور جهان مثلا کشورهای فقیری ما داریم، بنگلادش، سریلانکا، پاکستان، افغانستان، عرضم به حضور شما اکثریت کشورهای آفریقایی، یا مثلا بریم تو آمریکای جنوبی، خیلی کشورها خب دارای تورم‌های چند رقمی هستن، ولی با همه این شرایط گرسنگی و فقر به مانند ایران نیست. و فراموش نکنیم ایران مثلا جایگاه فرض بفرمایید بنگلادش رو نداره، ایران پاکستان نیست، ایران مثلا پرو نیست، ایران هندوراس نیست، ایران پاناما نیست، ایران کشور سرمایه‌داریه، کشور نفت داره، گاز داره، منابع عظیم زیرزمینی داره، به از بالا و پایین به آب وصله، و دشت داره، کوه داره، خودش میتونه کشاورزی داشته باشه، خودش میتونه حبوبات داشته باشه، خودش میتونه برنجکاری داشته باشه، سیفیکاری داشته باشه، یعنی یه کشوری که یه ذره بهش برسی از دل اون زمین میتونه شکم ملت سیر بکنه. بنابراین یک کشوری در جهان نیست مثل ایران که یک چنین تورم لژون گسیخته درب داغونی که دیگه نمیشه گفت شیرازه اقتصادی مملکت از بین رفته، کاملا نابود شده اقتصاد ایران، واحد پول ایران سن نار تو دنیا ارزش نداره، و این نشون میده که این رژیم با تمام این مشکلاتی که داره، بعد ملت اومده و داره اعتراض میکنه، ملتشو جوانای مملکتو ببره تو زندان ببره گله دار. خب این دیگه زده به سیم آخر دیگه. چرا؟ چون مثل بعضی هستن حرفی برای گفتن ندارن، ولی این عشق یارو هستش تو این یارو طویله، بهش میگن پارس خراب کرده اسمش، چی اون یارو قد کوتوله اگه این دوربین ازش بگیرن سکته میگه از اوناست که شب وقت میخوابه اونجا تو اون یارو طویله، دوربین و میکروفون هم میذاره بغل دستش، میگه دوربین جونم قربونت برم میکروفون جون. آره
همون که به اون یارو پسرش شجاع خیلی میگه، همگان شجاعی میگه پروفسور دکتر خدا و پیغمبر، یا پینم باش نیست آبی خودکی. بعد چیزی هم برای گفتن ندارم. میگه خب من چیکار کنم امروز دیگه واقعا هیچی ندارم برای گفتن، بیا مثلا بشینم قصه مثلا از صدای ام کلثوم مثلا تعریف کنم. این فرقه تبهکاران هم هیچی دیگه نداره، هیچی برای گفتن ندارن، هیچ چیزی نیست دیگه. و به انده رسیدم، به بنبست کامل رسیدم. و خب طبیعتاً کسی عاقله که بیاد بگه ملت غلط کردیم، ببخشید، ما این کاره نبودیم، به گور پدرمون خندیدیم، اجازه بدید که یه عفی هم به ما بدید، یه فرصتی هم به ما بدید. یه رژیم عاقل میاد این کارو میکنه، مثل اون جریان نیکاراگوئه میان که مردم میگن آقا ما نمیخوام، میگه باشه آقا. اون چریکا در نیکاراگوئه اومدن و حکومت رو تحویل مردم دادن، باریکلا عاقل بودن، با اینکه مردم حمایت کردن اینا حکومت به دست گرفتن بچه. بنابراین یه رژیم عاقل میاد میگه آقا ببخشید من غلط کردیم، ما روزخون بودیم، جنگیر و فالگیر بودیم، بی سواد بودیم، بی شعور بودیم، نفهم بودیم، احمق بودیم. و یه سری هم خودش بگیره بچپونه تو زندانا، بگه آقا این دوزی کرده، اون که 123 میلیارد برده و آقا در طریق دولت کانادا که مرکز دزداست اونو برداریم بیارین فلا اینا، یه ذره اوضاع رو آروم کنه، مردم رو یه ذره آروم کنه، پول بریزه دو دست پای مردم، از این ور اون ور نخود و لوبیا و برنج و این ور اون ور بخله بریزه دو دست پای مردم، یه ذره این جو متشنج رو بخوابونه، دلجویی بکنه بعضی از این مسئولینشون، بعضی از این کسایی که برو هنوز تو دل مردم هستن، مثل علی دایی و این فوتبالیست، چهار تا خواننده این برون بر بفرسته تو دل مردم ناز و نوازش بکنن فلان بکنن، یه حالت آشتی به وجود بیاره که این خشم مردم یه چند درصدی بخوابه. بعد بگه آقا بیبی رفراندوم بزنیم، به ما گفتید نه ما شما رو نمیخوایم، باشه اجازه بدید مسالمت آمیز ما بریم کنار، شما بیان این صندوق های رای چی میخواین، پادشاهی میخواین، جمهوری میخواین، منو میخواین، حسنو میخواین، اینو میخواین، اونو میخواین. بابی پدر و مادر اومده میگه چی ما رو باید بخواید بزنید، بکشید، سر ببرید، تیربارون بکنید، حلق‌آویز بکنید. خب بی پدر و مادر، این مشخصه که تو دیگه رسما و علنا که روز اول میان پرستون گفتن تو یک حکومت عربی هستی و از اون طرف مرز اومدی و تو پسماندی تجاوز تازیان هستی، پس تو اومدی برای تخریب کامل ایران که موفق هم شدی دیگه، آبای زیرزمینی رو خشک کردی و کشاورزی رو از بین بردی و صنعت از بین، تو ایران رو ویران کردی، یه تپه خاک گذاشتی رو دست ملت ایران و خودتون هم گفتین یک سرزمین سوخته تحویلتون میدین و کشتین و تجاوز کردین و اسید پاشیدین و دست قطع کردین، چش کور که حالا چقدر اینجوری رو دستمون آدم مونده، جوون مملکت و انگشتش رو قطع کردن، اون یکی رو بندن پاش رو قطع کردن، اون یکی رو کورش کردن اینا. و این میمونه یک نبرد بین میهن پرستان یعنی ملت به گروگان گرفته شده ایران با شما عرازل و اوباش، که بیشک و تردید این نبرد نهایی در راهه. در این هر کس بخواد شک بکنه مغزش معیوبه، مگر اون شرط اولی که من گفتم که بیان اینا تقاضای عفو و بخشش بکنن از ملت بزرگ ایران. بنابراین آن چیزی که ما میدونیم دشمنم میدونه، به مراتب دشمن بیشتر میدونه. چرا؟ چون سر حاج اسماعیل و معصوم قومی و این عرازل و اوباش توی ماتحت CIA و اینتلیجنس سرویس و موساد و اینا مامورن دیگه، همشون اینا واردتره، اینا میدونن که تموم کار. بنابراین دشمن میاد سفارایی میکنه، ملت ایران تکلیف رو روشن کرده، میگه آقا رو به دشمن، رو به ایران، پشت به دشمن، ما دیگه کاری با شما نداریم، چه اشتباه کردیم. یعنی چهار ساله در از این انقلاب ما، چهار ساله که آغاز شده، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، پهلوی کجایی بداد ما بیایی، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی جاوید شاه و چه و چه شعار نویسی. و حالا پرچم هاست که دیگه به صورت عادی دیگه الان در اومده و بچه ها پرچم میارن، خانواده هایی که عزیزان خودشون از دست دادن بر سر خاک فرزندانشون دیگه به مانند اون دوران قدیم شیعه گری خاک بریزن روسشون، گل بمالن به سرشون، میان سرود میخونن، دست میزنن، میگن این گل پرپر ماست، هدیه به میهن ماست، و میزنن تو دک و پوز رژیم. و هرچه اونها کردن این مردم دارن برعکسش انجام میدن، سینه سپر میکنن، اونا بیشتر فشار میارن، مردم بیشتر میان تو خیابونا، اونا بیشتر حمله میکنن، مردم بیشتر آتش میزنن، اونا این کارو میکنن، مردم میرن خونه آخوندها رو فلان میکنن، میرن با چیزو به اصطلاح همین چیز میزا پذیرایی میکنن از حوزه های لجنی که به اسم حوزه های اسلامی درست کردن و فلا اینا. و این یک نبرد و درگیری است. خب ما اینا رو به عینیت داریم میبینیم، دشمنم داره میبینه، فقط با این تفاوت که دشمن بد
بوز آورده، خیلی بد بوز، بدجوری بوز آورده. چی شده؟ هیچی. هیچ کی تو خیابونا نیومده بگه درود بر مصدق، هیچ کی نیومده بگه درود بر ننه مریم، هیچ کی نیومده بگه جمهوریاتو میاد. یکی اون روزای اول، نه تو این 100 روزا، اون دو سه سال پیش، یکی دو تا صدای کوچولو من خودم اومدم مخصوصا براتون پخش کردم تو دانشگاه، یه سوت 4 5 تا از این بسیجیا بودن، میگفتن استقلال آزادی جمهوری ایرانی دیدن نگرفت، اون وزنش نگرفت. یکی دو تا از این شعارهای انحرافی دادن نگرفت، اومدن و یک تشکیلاتی برای خودشون درست کردن و جریان زن زندگی آزادی رو آوردن وسط. یعنی یه چیزی آوردن وسط که جلوی میانپرستان بیسته. خب ما بیم بگیم چی؟ بگیم تو غلط میکنی، بگی زن، بگی شما زن ستیزی، در حالی که اصلا بنیانگذار جریان آزادی به زنان پهلوی بوده. بعد میگه زن زندگی، بعد ما بگیم که تو غلط میکنی، بگی زندگی، میگه ها پس شما میخوای استبداد، چکمه، تخمرداغ و سربوری و آی دارن میان، آی مستبدین دارن میان. بعدش هم بگه آزادی، بگیم غلط میکنه، بگه آزاد، میگه آدیدی اینا مستبدن، اینا هم با زن بدن هم با زندگی. یه چیزی رو انگلیس برای اینا شک و تردیدی نکنید، شک و تردیدی به این داستان نکنید. من محاله، محاله و محال است و محال است و محال است، محال به توان بی نهایت. محال از دهان من حرفی به صورت جدی از حالت شوخی بیایم بیرون، تازه شوخی هم امکان نداره چرت و پرت باشه، محال من یه حرفی از دهانم الکی بیاد بیرون. یعنی به شما بگم که این شخص مزدوره، الکی نگفتم، من چون موضوع شخصی با کسی ندارم. وقتی میگم این یه سری هستن تن لشن، اینا تن لشن واقعا و ثابتش میکنم و خدا رو شکر هر روزم دارم پیش شماها، شما عزیزان، همیانان عزیز، دارم روسفیتر میشم. که یه نمونهش مثلا ابی خواننده که حالا در طول برنامه اگه وقت بود به اونم رسیدگی خواهیم کرد. و به این ترتیب هر چی که داره زمان میگذره، هرچی که داره زمان میگذره به شما عزیزان داره ثابت میشه که اون چیزایی که من تو طول این 5 سال خدمت شما همیانان عزیز عرض کردم، یکی پس از دیگر. آن نه من مثلا کاری باشم، من اون 4 کلاس اکابر خیلی برام مهم بود، خیلی. من تو هر کلاس اکابر بنزید مثلا 100 تا ترم دانشگاه یاد گرفتم. و حضورتون عرض کنم که آنچه که مسلمه، دشمن اینو فهمیده، ملت ایران دست برداشته از جمهوری اسلامی دیگه، با اصلاح طلب، موسوی، کروبی، باند اکبر دزده، الان حشمت رو گرفتن، آیا الان حشمت تیخکش گرفتن، بهش گفتن تو هم مفسدی هم فل ارزی، بعضی موقع فل درزی، بعضی موقع فل ارزی، الان میخوان حشمت تیخکش رو اعدام کن. اون اصلا بدبخت جف جف داره ازش میره، اصلا خودش هم توی وایساده بود، اعدامی بود، مادر مرده. برها دیگه اینا تقش در اومده، آی نمیدونم سارق کسافت کردن. الان نگاه کنید زالو رو فرستادن تو لندن که عبده بچه ها با ازش پذیرایی کردن، زالو اومده تو لندن، دیگه آخرین تتمه هاشون رو دارن رو میکنن. زالو رو از این ور میفرستن، الان سارق کسافت کلام یه مدت نیست، یه حالا اون علم میکنن. بعد نسرین سیتوده میاد اینجوری که میشینه مثل حضرت فاطمه، میگه و خیری ملت، من نمیفهمید چی، که سواد نداره، بعد وقت مادر مرده. بعد نرگس توپول رو میارن، بعد نرگس توپول رو میبرن، توپ رو میزن زیر پای فاحشه رفسنجانی، بعد از اون میکشن میدن به اون یکی تو خودره که اکبر دزده. بعد یهو میگن برادر علی شیره‌ای گفته علی شیره‌ای خر است، گاو من است. بعد اون زنه با چادر چاقچور میاد میگه شاهزاده خیلی بجوری، من آی لوف یو به تو دارم ننه جون. خب دشمن داره کار خوشو میکنه، این وسط میمونه میزان، این جمله رو قشنگ گوش کنه، حواستون بده به من، این وسط میمونه میزان هوشیاری میهن پرستان، که میهن پرستان، شاه پرستان، مشروط خواهان تا چه حد شعور و درک و میزان هوشیاریشون، ضریب هوشیشون بالاست. ایول نقطه، بریم نقاشی بچه همونو گوش کن، نگاه کنیم، بیاییم برگم در خدمتونی. جناب مهندس عزیز که با چه مکافاتی آقای مهندس دارن ما رو به شما وصل میکنن، خدا داند و ما دانیم و خدا خوشباره، شما که نمیدونید که این پشت الان چه خبره، چه قمزنی این پشت پرده. در حال جناب مهندس لطف موعد بفرمید نقاشی ها رو دوتا رو یک و دو رو پخش کنید تا بیایم و در خدمت عزیزان باشیم. بچه ها زنگم بزنید دست گلتون درد نکنه. سپاس از شما جا مهندس یاش گرامی، آفرین به همه بچه هامون، آفرین به شما عزیزان، دست گلتون درد نکنه. مهیارم دیدید نوشتیم 9 ساله، مهیارم همون روزی که زنگ زد دوشنبه
تولدش بوده، بعد برای من نوشت عمو رضا من امشب تولدمه، ولی اگه میگفت من تبریک میگفتم، تو چی نگفت. به هر حال تولد مهیارم مبارک باشه. تا حالا چند تا از بچه ها در طول این چند سالی که نقاشی رو پخش میکنیم هر کدومشون بزرگتر شدن، خدا امیدوارم همه رو نگه داره 120 ساله بشن، و تولد همه بچه‌هایی هم که امشب تولدشونه بهشون تبریک میگم. آفرین به همتون. براور براور براور. خیلی 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 زیبا و تمیز و قشنگ. آفرین. جاوید شاه هم یادشون نمیره بچه‌ها، اصلا و ابدا جاوید شاه باید نوشته بشه. بریم یه نگاهی هم بیاندازیم، یه سری هم بذاریم به مملکتون. جناب مهندس سرم لطف و محبت بفرمایید تظاهرات و این بچه‌هایی که جمع شدن بر سر آرامگاه این جوان نگاهی بیاندازیم. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. کشوری که 43 ساله فقط دارن جوان کشی میکنن و همینطوری ما داریم جنازه کشی میکنیم. خدا لعنت کنه انگلیس رو و خدا لعنت کنه مصدقی ها رو. من همیشه میگم اگر شاگرد پادوهای محمد مصدق السلطنه، آن خائن خبیث کودتاچی، اون بیشرف بی پدر و مادر نوکر انگلیس ها، اگر اون بیشرف اون بیشرف ها از آخوند حمایت نمی کردن، به شرافت هم سوگن محال بود آخوند به قدرت برسه. انگلیس می دونست کیا رو بندازه جلو. مصدقی های ایران بر باده، مصدقی ها ایران رو آتش زدن. لعنت خدا به روح مصدق و لعنت بر پدر و مادر طرفداراش. ملت ایران تا زمانی که کره زمین هست و همه داریم زندگی میکنیم روی کره خاکی، ملت ایران نفرتتون رو از دو چیز هیچگاه نذارید از دلتون بیرون بره. هیچگاه این نفرت رو همیشه داغ تو دلتون نگه دارید اگر میخواید ایران ایران بشه. یکی نفرت از مصدقی ها، یکی نفرت از آخوند. از این دو کثافت همیشه نفرت داشته باشید. هر جا شنیدید یکی از مصدق طرفداری کرد، امونش ندید بیشرفو، چنان بزنید تو دهنش که دمنش رو دو حلقش تا صد نسل رعایت بکنید اینا، تا تخم و ترکه اینا که مثل شپش این آخوندها و این مصدقی تو ایران پراکنده شدن، تا تخم و ترکه اینا پخش بشه. و امروز به دلیل اینکه نامهای مثل جبهه ملی، مثل سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، مثل حزب توده، مثل فدایان اسلام، مثل سازمان تروریستی مجاهدین، این نامها چون به ننگ کشیده شد، یعنی شما الان برو تو ایران در دورترین روستاهای ایران، شهرها حالا به جای خود، شهرک ها به جای خود، شهرهای کوچک و بزرگ، شما برو تو روستاهای دور افتاده، واقعا دیگه مثلا از این روستا تا خودشو برسونه به اون یکی روستا مثلا 50 کیلومتر راهه، شما برو اسم این اراذل و اوباشو بیاد، به خدا قسم اون زن اون مرد با همون آجوری سنگی که دم داشته میزه تو دک و پوزتو میاره پایین، چون اینا میدونن چه اسم ننگی ازشون باقی مونده. واسه همینه یه ایران میگه خدا اون پدر پسری بیامرزه. خدا رحمت کنه شاه رو، خدا رحمت کنه رضا شاه رو، خدا رحمت کنه محمد رضا شاه رو. به زبان ساده میگم
و هیچ وقت نفرتتون رو از این حروم لقمه ها کم نکنین. حالا چون اسامیشون عوض شده میاد برات درست میکنه، نمیدونم بنگاه آینه، بنگاه مردم، نمیدونم چیچی مردم، همون ارازل اوباش، همونایی که ملت ایران رو به این روز سیاه نشوندن، حالا رفتن پشت این داستان ها قایم شدن جمهوری طلب، سکولار دموکرات، سکولار تو بمیری جون مامان جون دینا. دشمن میدونه جمهوری اشغالگر اسلامی رفتنیه، طبیعیست که عقب نمیشینن. انگلیس این بار به طور مستقیم حمله نمیکنه به ایران، انگلیس این بار نمیاد اشتباه شهریور 1320 بکنه، چون میدونه تا روزی که ایرانی زنده است توف و لعنت میکنه به انگلیس. توف و هر جا که ایرانی ها پرچم انگلیسی میبینن استفراغشون میگیره، تگری میزه، حالشون به هم میخوره روی اون پرچم، چون ما مورد استعمار قرار گرفتیم. بزرگترین ضربات و انگلیس ها به ملت ایران زدن. انگلیس ها عامل قتل بهترین فرزندان ایرانن، مثل فراهانی، مثل امیر بزرگ. انگلیس ها عامل نفوذ در بین مشروطیت بودن. گفتم یه روزی فرصت باشه که نبود، منم تحصیل تنام نمیرسم تا من بیام به شما بگم، جای دوری هم نمیرم، بیام فقط به شما همین 100 ساله آخر رو بگم انگلیس ها چه بلایی بر سر ما آوردن. بعد ایرج پزشکپور برامون، پزشکزاد برامون علم میکنن که بیاد دایی جان ناپلئون بنویسه. خودش کی بود؟ عامل انگلیس ها بود، بی‌ناموس بی‌شرف. بعد رفت وزیر کت بختیار داشت سینه میزد، بی پدر و مادر، که دایی جان ناپلئون برامون درست کردن. من با هنرپیشاش کاری ندارم، سناریو رو دادم، پرویز صیاد بوده، غلام حسین نقشینه بوده، فنی‌زاده بوده، اومدن بازی کردن. من با اون جریان کار دارم که اینو تو مخ ملت بیاد بکنه، که بیاد به ملت بفهمونه کار کار انگلیسا نیست. هر کسی اینو بگه مالی خولیایی، دروغ میگن. ملت کار کار انگلیساست. انگلیسا تا امروز نیمی از یک سوم عراق رو، یک پنجم ترکیه رو، کل قفقاز رو، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، تا مولداوی، تا این طرف داغستان، این طرف ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، یک چهارم، یک سوم پاکستان، بحرین، همه رو انگلیس ها از ما دزدیدن. درست ما بیارزه بودیم، ولی اونم سوسه دو اونم مشتوانی کرد. انگلیس ها عامل قتل لطفعلی خان زند شدن. انگلیس ها عامل انقراض و بدبختی زندیه شدن. انگلیس ها زیر پای نادر رو خالی کردن. به شرف هم سوگن عوامل انگلیس بودن که سر نادرشاه رو بریدن. به شرف هم سوگن. انگلیس ها فدایان اسلام رو برای ما آوردن. انگلیس ها بیش از یک قرن از قجرها حمایت کردن. اونا الان میدونن در نزد ملت ایران اسم بدی دارن. ما چپ میریم راست میریم، میگیم کار کار انگلیس هاست، دروغ هم نمیگیم، سند داریم. دو ننگین نامه ترکمنچای و گلستان، فقط روسا نبودن، به دستور انگلیس بود که رفتن پشت آخوندا گفتن بیایید بگید که الان حمله کنی، حالا که جنگو باختیم حالا ثوابه که بریم امضا بکنیم مناطقو از دست بدیم، وگرنه روسا همینطوری دارن میان. انگلیسا عامل آوردن خمینی به ایران بودن. انگلیسا تنفر داشتن از پهلوی، هنوزم تنفر دارن، اما امروز دیگه نمیاد به صورت مستقیم وارد معرکه بشه. امروز دیگه نمیاد دستور بده عامل خودش به نام میرزا آقاخان نوری رگ امیر بزرگ و تو فین کاشان بزنه. انگلیس ها دیگه اینجوری علنی نمیان وارد معرکه بشن. امروز دیگه نمیاد دست بکنه تو جیبش پول بده به مهد اولیا. امروز دیگه نمیاد مزخرف الدین رو بخره و ناصر الدین بی‌ناموس رو بخره. امروز دیگه نمیاد تریاک بذاره جلو فتلی پول بذاره زیر توشکچش. امروز نمیاد به احمد ولگرد کمک کنه. امروز عوامل خودش رو میفرسته تو کانادا، میفرسته تو استرالیا، میفرسته تو نیوزیلند، میفرسته تو اطرافی که جاهایی که بهش میگن مشترک المنافع، دروغ میگن، همشون مستعمره اینا. هند غلط میکنه که بگه ما آزاد شدیم. هند چند سال آزادی رو داشت، اونم زمانی بود که هنوز گاندی روپاش بود، تازه اونم در انقلاب بود. گاندی رو خود انگلیسا کشتنش، مهاتما گاندی رو خودشون علمش کردن، خودشون هم کشتنش. جواهرلال نهرو هم باشون کنار اومد، اینم نمیدونید بدونید. ایندیرا گاندی هم با خودشون کنار اومد، همش بازی بود. حالا کاری به اون قسمت ندارم. مومن عوامل خودش رو امروز انگلیسا میفرستن کجا؟ کانادا. کانادا یعنی چی؟ یعنی انگلستان بزرگ. چرا به خودش میگه بریتانیای کبیر؟ پرچم انگلیس چیه؟ سفیده با یه صلیب قرمز.
ولی بریم پرچم بریتانیا رو نگاه کنید که این زرد در آره زده روش، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از شمال شرقی تا جنوب غربی، از شمال غربی تا جنوب شرقی، این علامتی گشته وسط پرچمش. برید نگاه کنید. یعنی چی؟ معناش یعنی چی؟ یعنی از شمال غرب تا جنوب شرق، از شمال شرق تا جنوب غرب، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق جهان، امپراتوری انگلیس، خورشید در امپراتوری انگلیس غروب نمیکنه. دروغ نمیگه. وقتی استرالیا شبه، کانادا روزه. دروغ نمیگه. همیشه خورشید بریتانیا داره میدرخشه. پس انگلیس صدقه سر کیه؟ یه جزیره دوزاری داره اینطوری نفس میکشه. از کجا میاره 3 میلیارد 4 میلیارد پوند خرج بیمارستان میکنه؟ از کجا تغذیه رایگان میده؟ از کجا دانشگاه های مجانی درست میکنه؟ از کجا مدرسه مجانی درست میکنه؟ از کجا بریتیش ایورز هنوز در جهان داره آقایی میکنه؟ از کجاست که انگلیس تنها کشوری است که در جهان، در تمام پایتخت های دنیا، خوب توجه کنین چی بهتون میگم، انگلستان تنها کشوری است که در جهان و در تمام پایتخت های دنیا، از جمله در سایگون اشغال شده یا اون موقع، در فنومپن، در پیونگیانگ انگلیس ها سفارتشون باز بود، در مانیل، مانیلی که در زمان جنگ جهانی بود، انگلیس ها در سراسر جهان سفارتشون باز بود، در مالی، در تانزانیا، در رواندا، در تمام کشورهایی که جنگ های داخلی بیداد میکرد، هیچ خارجی جرئت نمیکرد باشه، انگلیس اونجا سفارت داشت به اسم کنسول. نمیگه سفارت، میگه کنسول دارم، ولی داشت. همین الان انگلیس ها در تمام کشورهای جهان سفارتخانه دارن، چیز دارن، کنسول دارن، اگر نداشته باشن دفتر مشترک دارن. امریکا الکی اهمیت‌طلب میکنه، امریکا هیچی نیست، امریکا نوکر انگلیسه. حزب دموکرات امریکا یعنی حزب توده دست نشانده انگلیس در واشنگتن. اینا که جلو دوربینا میشینن مثل این یارو علی منقلی در به داغون تریاکی، جرئت نمیکنن بگن. چرا؟ همشون عاملن. لگن فروش دوست کجاست؟ خودتون پرسیدین کجاست؟ یک بار اومد بزنه تو دک و پوز انگلیس و حزب دموکرات، هر چنگایی یه جفتکایی میندازه برای خالی نبودن عریضه. چرا؟ چون انگلیس به عواملش میگه، به خاطری که بهتون شک نکنن، تو فوش خارمادرم به من بدید، ولی آروم، نه زیاد دوزاریا رو بندازین، نه یه مثل رضا احمدی بگین خورشید استعمار در جهان غروب نمیکنه. بنابراین عوامل انگلیس امروز تو کانادا، یکی از عواملشون کیه؟ حامد اسماعیلیو، حاج اسماعیل. حاج اسمار چی کار داره میکنه؟ مومنت جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید، چهار رو پخش کنید، دستتون درد نکنه، با دقت حواستون بدین به برنامه. Sorry. The capacity of the hall is about 900. Oh, my God. She doesn't speak English. سپاس از شما جناب مهندس شاهش گرامی. حامد اسماعیلیون خوب گوش کن، من سربازم، من رضا احمدی سربازم، من پدرم ارتشی بوده، من تو پادگان آش پادگان خوردم، نه تو کاخ نیاوران بودم، نه پدرم تیمسار بوده، نه مادرم وزیر بوده، نه هیچ کدوم از فک و فامیل من تو دربار بودم. من مثل 99% مردم عادی ایران زندگی کردم، هیچ وقتم خونمون نه استخر داشتیم، نه پدرم تو شمال ویلا داشته. اولین ماشینی که پدر من خرید با
قرض و قسط و با بدبختی خرید. اولین دوچرخه‌ای که من خرید پدرم برام سه چرخه بود، دست ده بود، بیست بود، چهل بود، نمی از گمرک خرید برام. بچه های تهرون میدونن یعنی چون قدیما. خودم تمیزش کردم. پس بدون کی نشسته جلو. من از هیچ کس نمیترسم، نه از تو نه از اربابات. پای همه چیشم وایستادم برای بازگشت پهلوی. اول بذار خودم معرفی کنم بهت. خب سرم هم درد میکنه واسه درد سر. من اصلا واسه درد سر میخوام صاحب درد سر بشم. اومدم اینجوری شد. من روزی که اومدم جلو دوربین میدونستم در جامعه ایرانی جز فوش خار مادر، جز تهدید، جز تهمت، جز افترا، جز پدر سوخت بازی هیچی توش در نمیاد. از هر هزار تا ایرانی شاید یکی بهت بگه احمدی خسته نباشی. از هر هزار تا خیلی حال دادم به ایرونیا. من میدونم تو چه لجنزاری اومدم. تا رضا پهلوی وارث تاج و تخت شاهنشاه ایران رو به ایران بر نگردانم، اینجا دارم خودم میگم بنزه وزنم، تاجی که پدرش شماها انگلیسا پدر جد تو از سر اون مرد به زور برداشتن، تا اون تاج رو من رو سر این مرد نذارم، تا دخترش ولیعهد ایران نشه و بعد نشه ملکه ایران، تا خاندان پهلوی به اون مسیری که قرار ایران رو بسازن به اون مسیر نرسن، دست از سر تک به تکتون ور نمیدارم. هر جام بگید میام. این اول قسمت لاتبازش رو بهت گفتم. حالا بریم تو قسمت سیاسیش. خب وای نسی اونجا دستاتون چیلی بذاره بازو اصلا به فیگورت نمیخوره. کسی که میخواد لاتبازی کنه باید پاش وایسه. اصلا تو این باغا نرو. لباس هم مثل آدم بپوش. خب حالا بشین گوش کن. تو معصوم قومی و تمام این کسایی که الان نشون میدم اسامیشون رو آوردی، نمیذاریم دیگه بیاین توی قطار مشروطیت، دیگه نمیذاریم بیاین. یه ایسکا باهاتون اومدم مرد و مردونه، یه ایسکا باهاتون اومدم، دیگه نمیذاریم بیاین تو قطار مشروطیت. رسما قمر رو رو کشیدی، یا این قمر رو باید بکنی تو جیگر ما، یا ما اون قمر رو میکنیم تو جیگرتون. نبرد رو آغاز کردید، پای نبرد بایستید، پشت دلار کاناداست، پشت پوند انگلیس، پشت حزب دموکرات امریکا، پشت CIA، اینتلیجنس سرویس، MI6، MI5، MI15، MI12 به علاوه 1 موساد، پشت هر خدایی میخواد باشه، خداتونم میخوابونیم. ما بچه های میهن پرست زدیم به سیم آخر. روانه هممونم پاکه پاکه. هم مجازمون پاکه، هم روانمون پاکه. بد بلایی سرتون میاریم. بلایی به سرتون بیاریم که تا ابدالآباد صد نسلتون جرأت نکنه بیاد ایران. تک به تکتون رو میکشیم به پای محاکمه. گوش کردی به چی گفتم؟ حالا برو بغل از این کسافته که خودش مزدوره، این یارو گهزاده کانادایی، برو بغل از اون. اصلا از این افه ها نیا، اصلا به قیفته. تو نه سواد داری، نه شعور داری، نه شخصیت داری، نه کلاس داری، نه آدمی. تو و تمام رفیقات مجموعاً یه دویله خرید. پس از این افه ها واسه ما نیا. من خودم ختم هنرپیشه های عالمم. من خودم یه پا تئاترم. بچه های میان پرست همه خودشون شدن قاپ قمارخونه. اینو بهت گفتم حواس جفت و جور باشه. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید بریم تو شماره 5. مخصوصاً همه رو بهتون نشون میدم. جمعیت نگاه کنید تا دروغاشو بیام بهتون بگم. جناب مهندس لطف موعد بفرمایید. بچه‌ها زنگم بزنید دستون درد نکنه. تا تشریف بیارن اینجا و در خدمتشون باشیم. زندانی سیاسی از عزیزانی که اومده بودن، از خانم مسیح علی نژاد، خانم نازنین بنیادی، آقای عبدالله مهتدی، آقای کاوه مدنی، از خانم نازنین افشینجم، افشین افشینجم، آقای کریم سجادپور، آقای پیام اخوان، آقای بابک یزدی، آقا
آقای رضا مریدی، آقای عطا هودشتیان، آقای علی احساسی و آقای مایکل پارسا، چهره های ایرانی که تشریف آوردن و در کنار ما بودن. از همه شما بازم تشکر میکنم. سپاس از شما جناب مهندس سیاسی گرامی. بچه ها حواستون رو بدید به من. معنای میهن پرستی اینیه که من به شما ها میگم دنبال هر نوع میهن پرستی دیگه هستید برید، دنبال من نیاید. من اومدم برای بازگرداندن پهلوی به ایران، برای بازگشت پهلوی به ایران. زبان مبارزه اینیه که من دارم بهتون میگم. ما در برابر دشمنی ایستادیم که این دشمن پشتش گونی گونی پول خوابیده. حاج اسمانو دست کم نگیرید، این پرزونلی شخصا هیچ پخی نیست، پشت این چپ جهان خوابیده. اون معصوم قمی هیچ پخی نیست، پشتش چپ جهان خوابیده. این اسامی رو شنیدید؟ من دشمن همه این اسامی هستم. اعلیحضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم با یک جهان پوزش. ما سربازیم اعلیحضرت، ما سیاستمدار نیستیم اعلیحضرت، پشت سر جناب عالی هم هستیم. ما موقعیت اعلیحضرت رو درک میکنیم، ما میدونیم اعلیحضرت تو چه موقعیتی قرار گرفتن. اعلیحضرت با یک جهان پوزش اجازه بفرمایید ما راه خودمون رو و ما با دشمن بجنگیم. اعلیحضرت ما در کار پادشاه دخالتی نمیکنه، پادشاه دارن کار خودشونو میکنن. من غلط بکنم تو کار پادشاه دخالت بکنم، من نه سوادشو دارم نه میفهمم. من نمیفهمم اعلیحضرت شما چگونه دارین بازی میکنین. نبایدم بفهمم، من شاه نیستم، من سیاستمدار نیستم، من سربازم. من کاری به طبقه بالا که نشستن تو ستاد جنگ ندارم. من نمیدونم اونجا نقشه کشیده شده ما چجوری حمله کنیم، من واقعا حمله میکنم. اینکه اعلیحضرت یه چیزی رو مد کردن، اگر طرف دور شاهزاده هستیم و راه شاهزاده رو، اعلیحضرت ببخشید، ما دیگه باید با دشمن بجنگیم. مخلص شما هم هستیم، خودتونم میدونید، واقف هستید که ما جونمون هم کف دست اون گشتیم. فوش بهمون میدن، به ما میگن فخا، چاقوکش، همه چی دهنشون در میاد به ما میگن. اعلیحضرت ما از سر سفره پدر مادر اومدیم خارج از کشور، نه فخاشیم، نه لاتیم، نه بی پدر و مادریم، نه چاقوکشیم، نه بی سوادیم. خیلی هم با پدر مادریم، خیلی هم با کلاسیم، خیلی هم با شخصیتیم. پدر شما، پدر ایران، خدایگان آریامهر بزرگ به ما تربیت یاد دادن، پس ما نمیتونیم بی تربیت باشیم. پدر ایران، خدایگان آریامهر بزرگ به ما ایرانی ها یاد دادن چجوری لباس بپوشیم، چطوری حرف بزنیم، کجا مبارزه کنیم، کجا داد بزنیم، کجا صدامونو بیاریم پایین، کجا دلا بشیم دست بانو رو ببوسیم، کجا در برابر همه بایستیم، حتی اونایی که میگن ما بانوییم. ما این درس رو از پادشاه یاد گرفتیم، همون درسی که حضرت عالی هم یاد گرفتیم. بنابراین نبرد ما با اهریمن یک نبردی است که در این نبرد جایی برای پادشاه نیست، اصلا شخصیت شما در این حد نیست. همین راهی رو که اعلیحضرت شما دارید ادامه میدید به همین راه ادامه بدید. خیالتون هم از سربازاتون راحت باشه. هر ثانیه، دیگه نمیگم هر روز، هر ثانیه اعلیحضرت به تعداد به خیلی عظیم سربازان گارد شاهنشاهی داره اضافه میشه. گارد جاویدان حاضر، 80 میلیون ایرانی گارد جاویدانه. اصلا ما دیگه شما محافظ نمیخواید، شما اومدی تو ایران، یعنی تو یک شیشه که همه محافظا ایرانیا پشت سرتونه. بنابراین حامد اسماعیلی قشنگ گوش کن، تمام این اسامی که آوردی، این بازی که شروع کردی که تو الان رهبریتشون به دست گرفتی، رسما ایستادی در برابر مشروطه خواهان، به شرافت بشری سوگن، از تو گنده‌تر و ما تو اپوزیسیون شاخشون رو شکستیم. تو اصلا عددی نیستی، هیچ چی نیستی، تو ناخون انگشت کوچیکی پای میهن پرستان هم نمیشی، واقعا نمیشی. ما کسانی رو تو اپوزیسیون خوابوندیم که یه روزی نخست وزیر شاه ایران بود به نام بختیار، این نمیدونی بدون. تمام اون کسانی که تو اون هواپیما بودن همشون دو پاسه بودن. اگه میخوای این هواپیما رو داستانش رو بذاری برای انقلاب و زن زندگی آزادی، فوته اینا. ما انقدر کشته دادیم، انقدر تیمسار و سرهنگ و افسر و درجدار و پاسبون و همافر و نظامی و غیر نظامی و جوون و زن و مرد، انقدر ما میهن پرستان کشته دادیم که این هواپیما توش گمه. راحتت کنم. خب خیالم نکن پشت علی کریمی قایم میشی، پشت علی دایی قایم میشی. من خودم کرم فوتبالم،
خیال نکن با آوردن این دوتا فوتبالیست میتونی دهن کسی رو ببندی. من فوتبال قلیچخانی و جباری و حسن حبیبی و اصغر شرفی و علی پروین رو دیدم. تو این بازی هم با ما نیا که اینا انگوش کوچیکه بند کفش علی دایی بند کفش علی پروین نمیشه، علی کریمی بند کفش محمد صادقی نمیشه، اینا بند کفششون. این راحت بهت بگم. خب تو این شیطنت هم نرو. حالا بریم سر جریان سیاسی. اینا رو اول بذار بهت بگم، چون یه جوری ما باید تکلیفمون با تو روشن بشه، یه جوری داری دم در میاری. جناب مهندس شماره 6 رو لطف محبت بفرمایید. بله 6 رو دست گل درد نکنه. برای همین شد که این توییت رو زدیم. بله داستان توییت رو بگو، چی شد؟ پیشنهاد کدومتون بود؟ من از طرف آقای علی کریمی در واقع شنیدم این موضوع رو. زمان خیلی کوتاهی هم بود به ساعتی که در واقع سال عوض می شد و خب اطلاعات در واقع لازمی بود که لازم بود در واقع از ایشون شنیدم. همه اون آدم های اصلی که توی تو کردین قبلش با هم حرف زدیم؟ نه اینطور نبوده، نه اینطور نبوده. ولی بعدش با هم حرف زدیم؟ بعدش هم نه با هم حرف نزدیم، ولی میفاین با هم حرف بزنیم. امیدوارم. هم اتفاقا تو مراسم فیلمتون اومده بود تو واشنگتن دی سی. بله. دیدین هم دیگر بعدش؟ نه. ببینید اون روز بخوام روشن حرف بزنم، من اطلاع نداشتم که ایشون تشریف میارن و بعد در موقع فیلم متوجه شدم و حس کردم که الان موقعیت مناسبی به نظر نمیرسه برای صحبت کردم. الان که میگید همدیگر رو ندیدیم، برای من خودم عجیبه، چون دیدم تو ردیف اول نشسته و طبیعتاً چشمتون به هم افتاد. بله. و میدونی که خودت شبکه اجتماعی دنبال میکنه، دائما در مورد شما صحبت میشه. برای من عجیبه که چطور همدیگر رو ندیدیم. موقعیتی که من در حقیقتش برام غیر مترقبه باشه و قبلش نتونم برنامه‌ریزی کنم و با دوستان دیگه در انجمن باش در موردش حرف نزنم و ترجیح میدم اون لحظه کاری انجام بدم که کمترین تنش رو ایجاد بکنه در انجمن. انجمن یه چیزیه که من باش زندگی میکنم و خانواده‌هایی که در انجمن هستن جز نزدیکترین آدم ها به من هستن و فکر میکنم متقابلن هم همینطور باشه. من خیلی خودم مدیونشون میدونم و نمیدونم، مثلا رفته بودیم برلین، مثلا خانم منظر زهرابی، خب 4 نفر از دست داده، آقای صادقی مثلا 4 نفر از دست دادم و من به نظرات همشون برام مهمه، تک تکشون، و خیلی هم همه محترمانه نظراتشون رو ابراز میکنن و من نمیخوام یک وقتی کاری بکنم که خب آره این سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. قبل از اون فیلمی که پخش کردم اونجا وایساد اون اسامی رو میگفت، خودتون تک به تک وظیفه دارید برید ببینید این اسامی کیان، خودتون برید پیدا کنید یاد بگیرید دیگه. هی من نمیتونم بیام لقمه رو قشنگ بزنم تو دهنتون، نه، خودتون برید ببینید اون اسامی که این گفت، این مردک گفت، برید ببینید اون اسامی کیان که تو این جلسه بودن. جمعیت رو طوری تنظیم کرده بودم ما خودم دیگه قاب قمارخونه ایم. از بس پیش شما پدر سوخته ها نشست، تو که نه، تو که عددی نیستی، انقدر پیش این تروریست ها و تروریست های مجاهد و مصدق نشستیم، هر کدوم از ما دیگه خودمون شدیم به ختم پدر سوخته های عالم. جمعیت رو طوری داشت نشون میداد، یعنی طوری تنظیم کرده بودن که پشتشون ساختمونای بلند بود، اون چراغا رو دیدید روشن بود، که جمعیت رو زیاد نشون میده. این از نظر تکنیکیه. بعد خب بچه های ما هم اونجا هستن، ما همه بچه همون همه جا هستن. بلنگوها طوری وضع شده بود، میکروفونا طوری وضع شده بود که وقتی جمعیت داره دست میزنه اینو 3-4 برابر نشون بده. هیچ بخی نیستید که گفت جمعیت زیادی اومده. چقدر اومده؟ چرا اعلام نمیکنی؟ خب اینم چی؟ اصلا 500 میلیون تمام کانادا اومده. اینو بهت گفتم که خیال نکنید. کسی که خیال کنه ما ملت ایران ما میان پرسان خریم، اون وقت خرش میکنم بدونی که روش پالون بندازم با سوارش میشن. بدون پالون سوارش میشن. اوکی خیال نکن اینقدر بچه زرنگی هستی. نه. زرنگ زنبوره که هنوز اصلش کیلوی خدا تومنه. اون زرنگه. یه چیز دیگه هم زرنگه، منتظر نمیشه تو دور میگفت. عرض کنم حضورتون، اما در مورد این مصاحبه‌ای که الان گفتی، من
و هر آدم نرمالی وقتی میخواد با یکی سلام علیک بکنه، من نمیرم زنگ بزنم الو حزب میهن پرستان، حزب مشروطه خواهان، حزب فلان، الان مثلا حسن آقا اومده اینجا، من میتونم برم به حسن آقا سلام بدم؟ احوال پرسی ادب میخواد، اجازه نمیخواد، چیزی که شماها ندارین، تو وجودتون نیست. چرا؟ به دلیل اینکه ذاتتون خرابه. شاه مملکت پا میشه میاد با همسرش اونجا تشریف فرما میشن به خاطر اینکه هنوز دستهایی هستن که در فکر تخریب پادشاه باشن. من میگم رو حرفم من میمونم، پادشاه میان تشریف میارن اونجا به خاطر اینکه اظهار همدردی بکنن با خانواده هایی که داغ دارن. بعد مردک تو اون بالا وایسادی به شاه مملکت عرض ادب و احترام نمی کنی؟ همون کراواتی که به خودت آویزون کردی که مردش رو اون کراوات و کت و شلوارت رو ببرن، که براستی من از اون کت و پیژامه تو منزل دارم، همون کراوات و پدر و پدر بزرگ این مرد به یقه شما کرد، مردش رو اون ریشت ببرن، که چون فهمیدی ملت ایران خوراکش مظلوم و حسین یا حسین، حالا مظلوم بازی میخوام بیا جلو. یادت رفته تا دیروز عکسای دلغکی تو خودم گذاشتم توی تلگرام کانال خودم؟ شما که با آیدیای چادری و زیر شلواری می سر میزنید میری. اینا رو میگم ثبت بشه تو برنامه رضا احمدی، آخرین برنامه هم باشه تموم شد. اینا رو میگم تو آرشیوم ثبت بشه. ما با شماها تو میدون شهیاد کار داریم، با همتون، با تمام اون اسامی کار داریم. هنرپیشه تو کانادا، دختر شایسته بودی تو سی ان ان و نمیدونم چی چی، تحلیلگری، مهندسی، پروفسوری، نمیدونم ان موشی، رفتی فضا، فضا نوردی، فیروزی، پیروزی، من تو ناسا. اصلا از این مانورا برای ما نیای. ملت ایران ملت افغان نیست، ملت پاکستان نیست، ایرونیا یونانی و مصر نیستن، ایرونیا ندید بدید نیستن. ما خیام داشتیم، ما عبید زاکانی داشتیم، ما حافظ و سعدی داشتیم، ما فردوسی داشتیم، ما ابن سینا داشتیم، ما بابا طاهر داشتیم، ما عطار داشتیم، ما تو هر بخشی بگیم رازی رو داشتیم، فارابی داشتیم، مولوی داشتیم، واسه کی ما نوف میای؟ جناب مهندس اسامی رو میگم، بعد لطف محبت بفرمایید شماره 23 رو. خیال نکنی عصبی شدم، اما از دست تو شاکی نیستم. من از بیگانگان هرگز ننالم، به شرفم سوگن، به روح مادر پدرم، من اگه از دشمن شاکی باشم، من از لگن فروش دوست شاکی نیستم. برای چی شاکی؟ برای جیب من زد. اگه جیب من زد خاک بر سر من، من احمق بودم رفتم اجازه دادم جیبمو بزنی. من از تو شاکی نیستم، تو اصلا عددی نیستی، تو اصلا جیب من وایسی، به شرافتم هم که اندازه حرف میزنی دست تو دوش میلرزی، تو جیب من وایسی یا سه دفعه باید پوشک عوض کنی. من از شماها شاکی نیستم، من معصوم قمی شاکی نیستم. معصوم قمی کسی نیست. من تو شمال که میرفتم با ماشینم، معصوم قمی وای میساد اونجا شاتوت میفروخت. من با شما کاری ندارم. من از میهن پرستان دلم خونه، من از مشروطه خواهان دلم خونه که قمه برداشتن دارن خودزنی میکنن. مشروطه خواهی که ادعا میکنه مشروطه خواهی به من داره فوش خوار مادر میده، نشستم پشت سر من دارم چرت پرت میگن. نه من ناراحت بشم که به من فوش میدن، ناراحت میشم به خاطر اینکه بیشعورن، به خاطری که واسه خاطر یه لقمه سکس شات میرن میافتن دنبال یه سری تنلش که من آرام میاد اصلا راجب اینا حرف بزنن. واسه راجب یه مش سبزی پاکون، سبزی پاکون که چون خارج از کشور اومدن دو تا آیم تیبل یو آر چیبل یاد گرفتن، چهار تا فرانسوی یا آلمانی یاد گرفتن و یه رنگ و لابی به خودشون زدن و با پلاستیک خودشونو درست کردن و دماغ عمل کرده و چونه رو عمل کرده و تازه عمل کرده به این پخ افتاده، چهار تا احمق ندید بدم دنبال اینا میافتن. بعد اینا باورشون میشه که علی آباد مثلا آره ده، یه نه بابا علی آباد هنوز خیلی بدتر از دهه، هنوز شهر نشده. اسامی رو بگیم، بچه‌ها زنگم بزنید دمتون، بچه‌ها شما کارتون رو زنگ بزنید و به حالت من کارتون نباشه. چرا مهندس شماره 23 رو آماده بفهمید لطفا. فری میم 150 دلار سپاس از شما، لطف محبت کردی، درود به شرفت. آرمان اهوازی از ارنواین 30 دلار سپاس از آرمان اهوازی عزیز. آقای ناصر غلامی هم 15 دلار سپاس از شما. آقای جعفر ف 10 دلار سپاس از شما، سرباز دور از وطن 50 دلار سپاس از شما. آقای هوشنگ از کالیفرنیا 50 دلار سپاس از شما. میهن شاه 50 دلار با درود به همه بچه‌ها در داخل کشور و جاوید شاه سپاس از شما. آقا اهورای عزیز ما هم از اسرائیل 25 دلار دست اهورام درد نکنه. ساناز 50 دلار دست سانازم درد نکنه. مرزی هم از بن آلمان 10 یورو. بچه‌ها کمه، دمتون گرم زنگ بزنید. آقای مهندس بریم تو 23.
در 3 سال قبل وقتی که انجمن خانواده های پرواز 752 رو در کانادا ما تأسیس کردیم به اتفاق آقای حامد اسماعیلیون، آقای علی اصغر گرجی، آقای جواد انصاری، آقای کوروش دوستشناس، متاسفانه آقای حامد اسماعیلیون نظرشون این بود که ما نمیتونیم سیاسی باشیم و فقط باید یک مقداری غرامت مالی بگیریم. این آقای علی اصغر گرجی رو دلازورده کرد. ایشون شخص بسیار مبارزی هستن، بسیار ایران دوست هستن. ایشون با متوجه خیلی خیلی انجام کارهای بسیار بزرگی انجام دادن در تمام این تظاهراتی که در کانادا و حتی در مالزی شده بود، ایشون نقش مستقیم داشتن و خیلی کار کردن. آقای علی اصغر گرجی، ایشون برادرزادهشون خانم پونه گرجی در هواپیما 752 بود و روحش شد، متاسفانه جانش رو باخت به اتفاق شوهرش. این تاریخی است که من میتونم کاملا بگم. شما خودتونم از خانواده های همون پرواز هستید؟ خودم یکی از خواهر من از دست رفته در همون پرواز، عضو قبلی خانواده انجمن خانواده، یعنی اون که از مؤسسان این انجمن بودم. متاسفانه این انجمن به خاطر نفوذی های فراوانی که درش بود باعث شد که من خودم 2 سال قبل از این انجمن کناره گیری کردم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. از این صداها و اسناد زیاد مال جریان این انجمن که اونجا چه گنگکاریای بالا آوردی، همه هم ازت شاکیان. این راحت بهت بگم، این پیرزن رو به هم دل میبره بشین یارو خودش دوست میگه من اخوزا زیر کاندا، خودش شاگرد پادوه، شب و زنگ میزنه به ننش تو لندن که میتونه بخوابه یا نه. از این مانورا برای ما نیا. تو تازه بچه جان، تو تازه 1 سال 2 سال اومدی تو این بازی، ما 43 سال داریم با آخون میجنگیم. تو اصلا خیلی کوچیکتر از این حرفایی که بخوای به پروپای عرضت بپیچی یا بخوای من با نخست وزیر راه میام، گنده تر از توش با خیلی از این گنده. خواننده ایرانی رفت بغل دست کلینتون و ایستاد داروش اقبالی، خوانندمون بغل دست کلینتون، عکسش هم میرم بهتون نشون میدم. خیلی کوچولوی تو. یا اون یارو جرسومه فساد اخلاقی و مالی، اون یارو کیم، یارو معصوم قومی، خیلی همتون کوچیکید. یعنی تمام این اسامی که گفتی با تمام اون اراذل و اوباشی که اونجا جمع کرده بودید به شرافت بشری سوگند، شما آفتابه دربارم نمیشید. راحتتون کنم، آب پاکی بزن رو دستتون. داریوش آریایی از لندن $100، درود به شرف داریوش آریایی از لندن، دست گل درد نکنه داداش. بانو نسرین عزیز ما هم از هلند $107، دست درد نکنه نسرین عزیز از هلند، ممنونم. شهردار کره ماه، ای والله کار به کره ماه کشید، یعنی 1 ساعت دیگه اینجا بشینم میریم مریخ. شهردار کره ماه $50، دست درد نکنه شهردار. بانو زند با هزاران جاوید شاه $30، دست درد نکنه بانو زند عزیز. دکتر یاسمین خارزمی هم از سوئیس همرزم ما هم $55، دست دکتر یاسمین خارزمی عزیز هم درد نکنه. بچه ها فقط زنگ بزنید، اصلا نذارید آقای سیاوش 1 دقیقه اینجا ساکت بشینه، فقط زنگ بزنید. دمتون گرم آقای مهندس، بریم تو عکس ها، دست درد نکنه. حالا برو بریم تو عکس ها، عکس ها رو نگاه کنی، مسئله جنازه ما باید رد بشید بشین به عرضت توهین کنی. خب حامد اسماعیلیون، دوران تیغلی آقا تموم شد، حالا بریم کارت دارم. هر دفعه شیطنت بکنی یه دونه اینا میاد رو میشه. اینا این چیزایی که اینجا نوشته شده از من نیست، اینا رو میفهمم، من خوب تشخیص میدم، میام میخونم. چیزی که از من نباشه من میگم از من نیست، من دوز نیستم، دلار کانادایی هم تو جیبم نیست، پوند انگلیس هم ندارم. عکس با رضاییان مربوط به روزی است که حامد اسماعیلیون رسما گفت در جمع 20 نفر آدم نرفته به شاهزاده سلام کنه چون میترسیده رفقاش ناراحت بشن. ورق بزنید و کامنت های ملت رو از زیر ویدیو مصاحبه ببینید. جناب مهندس بعدی رو هم لطف کنید، این 7 بود 8 بود، دست گل درد نکن.
تموم شد دوران تیغلی آقا، دوران اینترنت. ما هم بلدیم با اینترنت بازی کنیم. خانم آقایون براتون میخونم اینو. مومنت. دموکرات ها در زمان اوباما مبلغ 1.7 میلیارد دلار را در ازای آزادی این فرد، یعنی همون که اونجا داریم میبینینش بغل از این زرافه وایساده، و چند نفر دیگر به صورت پول نقد به جمهوری اسلامی پرداخت کردند. حواستون رو بچه بدید به من ها، حواستون بدید به من. در زمان شاهنشاه آریامه یک قرارداد 400 میلیون دلاری برای خرید تسلیحات نظامی بسته می شود. این پول نزد آمریکا میماند و با وقوع شورش 57 تسلیحاتی به ایران تحویل نمی شود و سود حاصل از این قرارداد در 40 سال حدود 1.3 میلیارد دلار می شود و در مجموع 1.7 میلیارد دلار در ازای آزادی این افراد پرداخت می شوند. پیدا کن پرتغال فروش را. کی قرارداد و مالون؟ آشق مهدی بازرگان. چه کاره بود؟ نوکر انگلیس، نماینده حقوق بشر در ایران، مصدقی بیناموس. آشق مهدی بازرگان شیخ بود بیناموس، بعد کراوات آمیزون میکرد. این الله بود که همش میگو بهم بگیم باقرزاده. حالا از طرفداران آقای اینو اشتباه نوشتی آقاشو، حالا از طرفداران اسماعیلیون، یکی از عوامل چپ دنیا، سوال میشود. اینو ملت ازت میپرسه. این کامنت ملتی که میاد برات کامنت میذارن، بلاکشو میکنید، فوش خارمادر ادمینات بهش میدن. ولی من میام اینجا میخونم، من صدای میام پرستانم. از ایشان رابطه او با چپ دنیا و جیسون رضاییان را سوال کنن. بلایی بر سر چپ دنیا در سلطنت آباد بیاوریم که به غلط کردن بیفتید بیفتن. جاوید شاه. اینم کامنت بچه ها. جناب مهندس نه لوت محبت بفرمایید. ما زدیم به سیم آخر. همه نوع بازی و دعوا موجود است. نوع دعوا رو شما باید مشخص کنید که کردید ما هم اومدیم وسط. گوش کنید خانم آقایون، این امیر حسین اعتمادیه، این توییت امیر حسین اعتمادیه، این بچه خیلی خوبیه، این هر دفعه دستش تو دست اعلیحضرت بچه خوبیه، هر دفعه میره طرف اون یه ذره میچرخه اون ورکیا، نمیدونم چرا یه دفعه بچه بدی میشه، نه بچه بدی میشه، یه ذره قشی میشه، ولی بچه خوبیه. من از روز اولم گفتم این امیر حسین اعتمادی بچه بدی نیست، خدا کنه همینطوری بمونه. ببینید چی نوشته این امیر حسین اعتمادی، قشنگ گوش کنید. میگه جیسون رضاییان 26 ژوئیه 2009، باریکلا، اینا جوانایی هستن، اینا آینده ایرانو باید بسازن، چون اینا واردن این پدرسوخته بازیارو، چون اینا تو دفتر تحکیم بودن، چون اینا میدونن که با آخوند بچه جوی حرف زد. ما فقط همطلب داریم، ما بچه های دوران شانشاریامه، چون ساده بار اومدیم، شیر خوردیم، ساده بار اومدیم. حالا ببین امیر حسین اعتمادی چی میگه. نگیم بنده خدا میدونم بچه شیرپای خورده یا، ولی خب واردن این بازیار. میگه جیسون رضاییان 26 ژوئن 2009 در روزهای اوج جنبش سبز، ببینید چی گفته. رضا پهلوی، علازت ببخشید با یک جوان پوزش، رضا پهلوی و مجاهدین خلق صدای من و ما نیستن. آ تو چه پخی هستی؟ یکی این دلغک ها را خفه کند. کلیت ایران میدانن که شما جوکرید. به شاه مملکت داره میگه. این شالاتان بددهن حالا جست قربانی گرفته و ادعا میکنن که در توییتر مورد حمله قرار گرفته. کی میگه؟ امیر حسین اعتمادی. درود به شرف جوون، دمت گرم. جناب مهندس بعدی رو لطف و محبت بفرمایید. دهو باریکلا. الان سندش هم بهتون نشون میدم، سند حرف امیر حسین اعتمادی رو بهتون نشون میدم. اینم سندش به زبان انگلیسی، نگید دروغ میگه. اینم سندش. رضا پهلوی ان فلان فلان دام دسپیک و فلان. دستت درد نکنه جناب مهندس. یازدرم لطف و محبت بفرمایید. اون وقت اینا رفیقای جونجونی تو هست. بعد تو اسمو ارتیز بکنی. خاک بر سر من بچه ارتشی. خانم آقایون، عرفان قانیفر، درود به شرفت. عرفان قانیفر، درود به اون شرفت، دمت گرم. 4 تا لغت نوشت تمیز. من خوبو میگم خوب، بدی میگم بد. کسی که میان پرست باشه، شرف داشته باشه، من میارم به شما معرفی میکنم. دمت گرم قانیفر. نگاه کنید چی نوشته. برای سلام کردن منتظر اجازه کی بودی؟ یعنی طبق دستور کار میکنی؟ ای والله. اگر حد و حدودت همین انجمن است، چرا پا جای پای بزرگان میگذاری؟ ای والله. البته عیب و هنرت در این طرز حرف زدنت پیدا شد. دمت گرم. آفرین.
میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، عیب و هنرت مشخص شد. بدبخت ملت 7000 ساله ای که منتظر است تا هر شپشی منیژه خانوم شود. دمت گرم، دمت گرم جناب مهندس دوازدهم، یه دست بزنه واسه این قانون فر. ای والله دمت گرم، دمت گرم، ای والله دست درد کجا مهندس آخری هم لطفاً قوت بفرمایید. خانم آقایون دیدید کی رو میخوان براتون بکنن امام بعدی؟ حالا رهبر خودمون رو نگاه کنیم، پادشاه خودمون رو نگاه کنیم، شاهنشاه. تلگرام ایشون عکس گرفتن براتون میخونن. این تفاوت انسان هاست. محمد حسینی و محمد مهدی کرمی اعدام نشدن، بلکه به دست رژیم تروریستی به قتل رسیدن. همت ملت بیدار و متحد ایران این تروریست های ضد ایرانی و رهبر جنایتکارانشان را به سزای اعمال خود خواهند رسید. به خون پاک محمد و مهدی سوگند که مصممتر از پیش این انقلاب را تا پیروزی ادامه میدهیم. درود بر اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم. دست درد نکنه جناب مهندس. درود بر اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم. به این میگن حرف زدن، به این میگن مبارزه. 43 ساله نه از این مرد شما این ورکی حرف زده، بعد اومده گفته نه من اونجوری که گفتم اینجوری که نشد، که اینجوری که بشه، که اونجوری که بشه. از روز اول ایستاد جلو دشمن و وایساد برای ملتش. چی فرمودن از روز اینا رو حساب طرفداری من نمیگم، خداشا من کیم که بخوام مثلا اینا رو بگم که مثلا شاه مملکت بخوام مثلا به شما خوب بکنم. از روز اول این مرد یه جمله گفت، با طلا باید این حرفو نوشت، با طلا باید تو تمام ایران، تو تاریخ ایران این جمله رو باید با طلا بنویسن. نهاد پادشاهی و نماد پادشاهی به شما به شما پشت نکرده، پادشاهی به ملت پشت نکرده، شما ملت به پادشاهتون پشت کردید. از صد تا فوش خارمادر برای ما بدتره، اگه بفهمی. راست میگه، شما اومدین تو خیابون گفتین تا پدر من کفن نشه این وطن وطن نشه، شما مجسمه پدر منو از تو خیابونا کشیدید پایین، شما آرامگاه پدر بزرگ من زدید داغون کردید. چرا وایسادید نگاه کردید؟ چرا سینه سپر نکردید؟ ما خاندان پهلوی به شما پشت نکردیم، شما به ما پشت کردید. این بهش میگن رهبری که دست و پاشو باید ببوسی، باید اینو این مرد رو بذارید روی تاخچه فقط بادش بزنی. بعد انجوجه اگه درد راه رسیده خفه بمیرید، خفه بمیرید همتون، خفه بمیرید. اون یارو در به داغونه، در به داغون معصوم قومی و بقیهشون، خفه بمیرید همتون. نبرد حالا بهتون نشون میدیم. جناب مهندس شماره 13 رو لطف و محبت دارم، 13 و 14 رو با هم حاج اسمال و بقیه رفقاتون جواب اینا رو باید بدید. آب از سر ما گذاشته، جواب اینا رو باید بدید. جناب مهندس دست درد نکنه 13 و 14 رو لطف کن، جواب اینا باهاتون کار داره تو میدون شهریات. پیام من به 6 سازمان سیاسی جمهوری خواه. شعار رضا شاه روحت شاد در حاشیه نیست. شعار رضا شاه روحت شاد از بطن و قلب مردم ایران تقدیم به ایشون میشه. شاهزاده رضا پهلوی رهبری اپوزیسیون رو بر عهده نگرفتن. ایشون اپوزیسیون رو خود مردم ایران دونستن. راه نجات مردم ایران فقط خاندان پهلوی است. رضا شاه روحت شاد. پدر فقیدم محمد رضا شاه پهلوی روحت شاد. شاهزاده رضا پهلوی بر سرزمین ایران حکومت نخواهد کرد، او بر قلب و روح ما حکومت میکند. داشتم یک کاری ضبط میکردم و دیدم که واقعا فقط تصویر گویای اون حس و سنگینی که احساس میکنم، راه نفسم و بسته نیست. میدونی گفتم بذار دوربین روشن کنم ببینم که واژه ها کنار هم قرار میگیرن تا بتونم ازتون بیزارم، از تمام شما نطفه های 57 بیزارم، از شما رسانه چیا بیزارم،
از تمام شمایی که دست به دست هم دادیم جمهوری اسلامی و سر ما آوار کردیم، کودکی و نوجوانی و جوانیمونو، کشورمونو، ایرانمونو سرمون آوار کردیم. بیزارم، بیزارم. دست دست جوانامونو، شما دریایی از خون را انداختین تو ایران، هنوزم که هنوز طلبکاری، هنوزم که هنوز طلبکاری، اما یک کفه ترازی رو بگیریم، موج ملیگری که از سال 95 رو افتاد، کل دم و دستگاهتونم بگیریم، اینجا یک ذره نمیتونیم تکون بدیم. اثباتش جوانای دلیری مثل مجید رضا نهنورد، مثل محمد حسینی، مثل محمد مهدی کرمی، تمام اینا اثباتی هم به خیانت شما و سرافرازی ایران. ایران دوباره ایران میشه و شما له میشین، له میشین. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. بینشگران، خانوما، آقایون، به روح پدر مادرم فقط غرور مردونگی ایرونی به چیزه نمیده گریه کنم. خیلی خودمو دارم کنترل میکنم. چه دختر منه این، ببین به کجا رسوندنش. بعد من احمق میگم بچه ها فوش ندید، فوش خار مادر بدید، بدید، بدید فوش خار و مادر به اسلام، به خدا، به دین، به قرآن، به آخوند، بدید، بدید، حقتونه. من نمیفهمم جو شما رو، بدید. خود نگاه کن دختر رو به کجا رسوندن، بعد نشستن تو خارج از کشور به خاطر به جایی که به فکر ملت ایران باشن، نشستن برای ما ببین چه دکونی رو انداختن و دکتر فلانی خفه ببینید همتون در بداغونا. یه هواپیما رو زدن ببین چه علمشنگه ای رو انداختن، یه مملکت رو آتیش زدن، یه کشور رو آتیش زدن، تا الان بالای 2-3 میلیون ایرانی رو قتل عام کردن، بیش از 300-400 هزار نظامی و غیر نظامی میانپرست رو تو همون 3 سال اول، تو 2 سال اول تا قبل جنگ درازکش کردن. قبراشون معلوم نیست کجاست، قبراشون معلوم نیست کجاست. بریم ببینید کسایی که تو دارو چیه کودتای شاروخی، ببین سنگ قبراشون، ببین چی شده. یه هواپیما ببین چه ای کاش که واقعا حتی دلشون هم این کارو بکنن. دروغ میگن، دکون وا کردن سر جنازه اونایی که تو هواپیما پوت شدن، دارن سر جنازه اونها نماز میت میخونن که مایتیله بره تو جیبشون. بعد خیلی میکنم ما عبداللهی، من 40 سنت مثل تو رو رنگ میکنم به چه قورباغه میفروشم. در بده تو اصلا مشخصا کدوم پشت کوی باشد اومدی، بعد تو میخوای سر من بچه ترو کلا بذاری، سر ما ایرونی ها گوشکوب. آقا فرشاد گل و خانواده محترم از اورنج کانتی، $450. دست گلت درد نکنه آقا فرشاد عزیز، خیلی ازت ممنونم، خودت و خانوادت خیر ببینید، دست گلت درد نکنه. بانو آذر عزیز ما از مریلند $100. دستت درد نکنه آذر عزیز از مریلند، خیلی ازت ممنونم. و همه بچه تو رو خدا تلفن ها رو زمین نذارید، دمتون گرم، زنگ بزنید، زنگ بزنید. این سنگر نگرد، این خونه اگه نباشه اینو دم در میارن، خدا شاهد اگه این سنگر نباشه اینو دم در میارن. جواب اینا رو باید بدید، جواب این ملت رو باید بدید، باید جواب این جوونا رو بدید، باید جواب این دختر پسرا رو بدید. شما اینا رو به این روز انداختید. اگر پای شما ها، اگر جریان اون یارو چی بود اومد بود اهورا بازی در می آورد، شم گذاشته بود میگفت شامگاهتان نیکو، چی بود اسم مرگ یادم رفت، اگر اون نبود، اگر سازمان تروریستی مجاهدین نبود، اگر هر روز یه جنگولک بازی هخا هخا هخا، اگر رادیو اسرائیل نبود، اگر اون یارو منشهه نبود، اگر
بنگال اجان پرگام بی بی سی نبود، اگه بعدها رادیوشون تبدیل به تلویزیون نمیشد، اگه صدای آمریکا درست نمیشد، اگه این تویله درست نمیشد، اگه برای اون فیلم پخش نمیکردن، اگه حمید پاانداز نبود، اگه اون یارو که میگفت دلم میخواد برم اصفهان نبود، اگه کنسرت گذاری نبود، 20 سال مردی که میرفت بالا منبر داشت روزه میخوند، 20 سال یکی را دوست پیدا ملت داشت زج میکشید، یه مش بی شرف بی ناموس هم تو کافه ها و کابارا برای این فندک روشن میکردن، گل واسهشو میرسن، بی پدر و مادرها خیال کردن اومدن از خیابون پهلوی از کابار میامی مثلا از کابار باکارا، بابا مملکت داره میره، کسی اصلا جرأت نمی کنه اسم پهلوی بیاره، کسی اصلا جرأت نمی کنه اسم شاه بیاره. اگه این لگن فروش دوز که امروز میخواد بیاد، حالا من بهتون میگم این چه داستانی داره، الان سری بهتون میگم، رفته یه گوشه ای، حالا پرچما رو جمع بکن، یکی از سناریوهایی که من حدس میزنم، پرچما رو جمع کرده رفته داده پرچم بزرگ سفارش دادن کار بچه‌ها رو خراب کنه، عکس علاحضرت رو بچسبونه رو پرچما، اگر غیر از اینشو سر منو بزنی، بعد بیاد پرچما رو پخش کنه بین یه مش تریاک فروش و مواد فروش و یه مش کسایی که تا دیروز اصلا معلوم نبود اینا تو کدوم سوراخی بودن، یه مرتبه اومدن شدن میدوندار و پرچمدار و هوادار و اصلا یه طوری شدن میهن پرست که به ما میگن که شما اصلا شما کی هستین، ما بدهکار شدیم به اینا، اینا طلبکار شدن، پرچم ها رو پخش کنه بین اینا که سراسر اروپا تظاهرات ها رو که یواش یواش دارن به دستشون میگیرن به دستشون بگیرن که چی بشه، که بگی دیدی پرچم رو من آوردم حالا پهلوی رو من میارم ایران، تو بمیری جون مامان جون دینا جون اون بابای بی پدر و مادر آخونده، بلایی به سرتون بیاریم، بلایی به سرتون بیاریم، بلایی به سرتون بیاریم، بلایی به سرتون بیاریم که مرغای هوا به حالتون گریه کنن، یادتون نره رضا احمدی چی گفت، بلایی به سرتون بیاریم که سوراخ موش تمام پولایی که دزدیدین، تمام پولایی که سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی بهتون دادن برید یه سوراخ موش از خودتون بخرید، بعد بلایی سر کشور من آوردید، بعد بلایی سر پادشاه هم آوردید، بعد بلایی سر خانواده پهلوی آوردید، بعد بلایی سر نوجوانان و جوانان ایران آوردید، بعد طوری آتش زدید به خرمن ایران، ایرانی امروز باید همه صاحب خونه میشدن، ملت ایران امروز ثروتمندترین ملت دنیا بود، ای ملت بفهمید شاه چه نقشه هایی براتون داشت، شاه خیلی نقشه ها داشت، شاه میدونست ایران چقدر ثروتمنده، شاه میخواست کاری کنه، هیچ ایرانی به روح پدرم به روح مادرم اگه بهتون دروغ بگم هیچ ایرانی در ایران دیگه چیز نبود، مستاجر نبود، هیچ ایرانی، همه ایرانی ها خونه داشتن، بنزه وسطشون آپارتمان داشتن، همه خونه داشتن، همه خونه داشتن، تمام ایرانی ها صاحب کار بودن، تمام ایرانی ها صاحب بیمه های اجتماعی بودن، تمام بیمارستان ها مجانی بود، داروخونه براتون مجانی بود، دبستان و دبیرستان مجانی بود، هیچ ایرانی دیگه بی سواد نبود تو ایران، حتی پیرزن ها و پیرمردا رو میبردن سواددارشون میکردن که کردن، مهندس اربابی در 24 جلسه حداقل رو نوشتن، هیچ روستایی در ایران، هیچ روستایی دیگه در ایران وجود نداشت، اصلا روستا معنا نداشت در ایران، همه ایران اتوبان بود، ایران بالای 20 25 تا فرودگاه بین المللی داشت، تمام بنادر ایران عالی بود، صادرات ایران واردات ایران پرفکت بود، انقدر پول تو خزانه ایران خوابیده بود که ما میتونستیم نصف کره زمین رو عین انگلیسا که گفت کشورهای مشترک المنافع ما همه رو تحت کنترل بگیریم، در سازمان ملل حق وتو میداشتیم، به شرف هم سوگن خیلی نقشه داشت امریکا، لعنت به روح فردوس و سایر اراذل اوباش که شبا میرفتن و همه رو لو میدادن به سفارت انگلیس که این مرد چه نقشه هایی داره، خب مردم دیگه بره به کی اطمینان کنه، دوستاش بودن، بهشون درجه داده بود، باشون رفاقت کرده بود، نقشه ها رو میگفت، اونا میرفتن لو میدادن، بی ناموسای بی شرف مثل قرباقی، مثل اصحاری و بقیهشون، هرچی میهن پرست بود از دور اعلیحضرت کشیدن کنار، هر چی خائن بود آورده نشوندن بغل دستش، به دستوری که به دستور انگلیس با به در سوخته بازی، همین بلا رو بر سر رضا شاه دوم پهلوی سوم آوردن، حالا مومنت بچهای خارج از کشور شلوار اینا رو بکشید پایین، هر روز تظاهرات را بندازی، هر کس اومد تو تظاهراتتون گفت بدون چیز فراجناهی و پرچم نیارین و پرچم کردستان چنان بزنینش که دندوناش بره تو حلقش، جنگ شروع شده بچه‌ها، دارم بهتون میگم بچه‌های میهن پرست، اعلام جنگ شده به ما، بفهمید دارم بهتون میگم، من الکی امروز جلزه ولز نمیکنم، یه چیزایی میدونم که دارم بهتون میگم، یه چیزایی میدونم دارم بهتون میگم، جنگ آغاز شده، از امروز رسما بین میهن پرستان و همه این اراذل و اوباش جنگ آغاز شده، هر کس رفت در خونه پادشاه، از پادشاه معذرت خواست، مثل این شاهین نجفی، شاهین نجفی چی اسمش، مثل این
اومد گفت آقا من اشتباه کردم، زنم مال بازرگانه، دخترش مال نمیدونم نسرین توپان، من با اینه کار ندارم. اومده میگه آقا من اشتباه کردم، قشنگ داره کار میکنه. این مثل همین اعتمادی که بهتونشون دادم، مثل قانونی فرد. اینا بچه هایی هن که بچه های دارن بچه های خودمون میشن، بچه های خودمونن. همه باید بشن مثل این امیرحسین اعتمادی، همه باید بشن مثل قانونی فرد، همه باید بشن مثل این شاهین نجفی. بس دیگه زیر آبی رفتن. آقا تکلیفتون روشن کنی، یا رومیه زنگیزن. آقا ملت من چه کار هستنم اینجا نشستم؟ کمونیستم، مجاهدم، مذهبیم، توده‌ایم، مصدق. آقا من چه مرگم اینجا نشستم؟ آقا من شاه پرستم. آره تا چشمتون کور شه. من شاه دوست نیستم، من شاه پرستم، من پهلوی پرستم. تا چشمتون کور، تا دندتونم نرشه. بینا موسوی بی پدر و مادر، چرا همش دولا دولا شتو سواری میکنی؟ چرا لقمه میخواد پس از کلتون بزنی تو دهنتون؟ بی پدر و مادر تکلیف رو روشن کنی؟ یه روز آقای پهلوی، یه روز رضا پهلوی، یه روز شاهزاده، ایشون پادشاهه، تا چشمتون کور شه، تا دندتون نر. دخترش هم ولیعهد ایرانه، همسرش هم شهبانو ایران میشه، تا دندتون نر، تا چشمتون کور شه. 50,000 سال دیگه پهلوی تو ایران حکومت خواهد کرد، تا دندتون نر. مقبره پدر و پدر بزرگش هم از طلا میسازیم، تا دندتون نر، تا چشمتون کور شه. پدر و مادر آشغال مزدور کسافت باستارد. جناب مهندس لطفاً موعد بفهمید تمام تظاهرات بچه‌ها رو لطف کنه از 15 تا 19، مثل که 19 20 اینا تا 20 اینا بچهای میهن پرست خارج از کشورن. دست درد نکن جناب مهندس. از فامیلو گفتم آره. یه ملت، یه بچه، پرچم شیر و خورشید، پرچم شیر و خورشید، این از نماد ملی، پرچم شیر و خورشید، این از نماد ملی، پرچم شیر و خورشید. تو تک خش بشه، آخون باید خوش بشه. رضا شاه روحت شد، رضا شاه روحت شد، فرزند برومند شاهنشاه روحت شد، شاهنشاه Yeah.
نداره، نظام کتاب نداره، ایران کشور نداره، نظام کتاب نداره. ایران، 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 شاه، شاه، شاه. زیر پوشش بالون ترسی این سیر برای تلویزیون ایران آریایی درود بر آریان برچرخا رضا احمد سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. من اول اسامی بچه‌ها رو بگم. سرباز دور از وطن که 50 دلار داده بود 50 تا دیگه هم داد، البته مال دوشنبه بوده، 50 تا الان داد شد 100 دلار. دست درد نکنه سرباز دور از وطن، درود به شرفت، به زودی هممون دور وطنیم دیگه، دور از وطن نیستیم، دور از وطن این بی وطنا. زو مومن آرش عزیز ما از هامبورگ بچه محل ما 10 یورو، دست درد نکنه آرش جان، ممنونم ازت. دیاگو 10 پوند سپاس از شما. کیان رنگین کمان، آخه یاد اون بچه بی ناموس، بچه کش، بی پدر و مادره، بچه کش. کیان رنگین کمان 10 دلار، دست درد نکنه، درود به شرفه. بانو فرح از هیوستون هم لطف و محبت کردن 100 دلار، سپاس از شما. مومنت امیر رو گفتم آلمان 55 تا. بله خط ما رو نگاه تو رو خدا، عصبی که میشیم چی چی میشیم، البته قابل تیختراش هم نیست خط ما. بله همه رو گفتم، البته آخر سر یه بار دیگه میگم. اما جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید بریم تو اکسپت 21. باری کلا به بچهای خارج از کشور، دمتون گرم بچه ها. جناب مهندس اشاره قشنگ کردن، تموم شد پرچم دیگه. ببینید پرچم سرنگ شور و خورشید نشان همه جا هست، حتی حاج اسماعیل که تو کانادا اراذل روباشو جمع کرده بود، بچه اونجا پرچمو نشون داده. تموم شد دیگه اون الهباز و دست کلنگ و الفلان و اینا هم دادن کل مریم، ای کل مریم دست کلنگ هم، تموم شد این مالی دیگه، این رفت کنار این پرچم. حالا بچه ها پرچمه رو تاج هم بذارید روش، کلا بچه ها دارن درست میکنن با عکس اعلیحضرت که لگن فروش دوز میخواد دوزی کنه، غلط میگه، هیچ بخونید حواستون نره، لگن فروش دوز مزدوره، اینو بکنید تو مختون، این بیا تو دیکته سیاسیتون، تو ادبیات سیاسی ایرانیا باید بیاد. اینا که جلو دور بینن ساربون مزدوره، علی منقلی مزدور، اینا مزدورن، اینا یادتون نره، یادتون نره اون جمشید چاره‌ای چه کسایی رو آورد جلو دوربین، میرفت میچست با این اراذل و با همین زالو رو اون جمشید چاره‌ای بی پدر و مادر آورد بود داشت زورچپونش میکرد به مردم. جناب مهندس بریم تو عکسه، جلو همتون وای میسن، وای میسیم ما جلو همتون وای میسیم. در سوخت 43 سال جون به سرام کردین، این مرغی که سرشو بریدن نه قشن میبرن نه چیزش میکنن. خانم آقا اینجا نگاه کنین، اول من یه توضیح راجع به این عکسه بدم، اول من یه چیزی اینجا راجع به این بگم. من 5-6 روز صبر کردم ببینم ابی اینو تکذیب میکنه یا نمیکنه. وقتی تکذیب نکرد برای من مسلم شد که این چیزه، که این راسته. امیدوارم ابی تکذیب کنه. والا حضرت یاسمین پهلوی گویا در توییتشون یا نمیدونم اینستاگرام، نمیدونم، من تعقیب نمیکنم، نمیدونم، دروغم نمیگم، این دوتا اکثره نگاه کنی، والا از این
یاسمین پهلوی این دوتا عکس رو میذاره، بعد زیر عکسه سمت راستی نوشتن که مردم ایزه پادشاهی خواه ترین هستن. تفکر چپ و مجاهد در ایزه به همان اندازه خنده دار است که اسلام و قوانینش در این شهر مضحک است. درود به شرفت بانو. خب اینو والازد یاسمین پهلوی نوشتن. ابی میاد می نویسه من قبلتر مشاله به این سوا، مشاله این هنرمندان ما چقدر با سوادادن اصلا کفلمه میشه تو نمیده. من قبلتر، حالا این قبلتر رو از کجا آورده نمیدونم، این چنین میپنداشتم که یاسمین پهلوی، بله همسر پادشاه شد یاسمین پهلوی، باشه، یاسمین پهلوی همسر شاهزاده رضا پهلوی میتوانند سیاست همزیستی و راه و روش و منش راستین مادر ایران زمین شهبانو فرای پهلوی را پی بگیرند و ادامه دهند راه ایش، ادامه دهنده راه ایشان باشند. قربونت برم دیکته. اما امروز به اشتباه خود پی برده و از همگان عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم. چرا؟ چون سمت چپ نوشته مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اوکی؟ اینو والحضرت یاسمین پهلوی منتشر کردن. چرا مهندس بیاین داخل، دست گلت درد نکنه. قبل از اینکه من با ابی صحبت بکنم یه اسامی دیگرم اینجا اومد، اینا رو اعلام بکنم. جناب سرهنگ هوشنگ وزین سازمان سرباز از لس آنجلس هم لطف و محبت کردن $1,000. جناب سرهنگ دست گلت درد نکنه، بی نهایت ازت سپاسگزاریم، همیشه یاور ایران آریایی بودی، بزرگ همه ما هستی، خیلی ازت سپاسگزاریم که همیشه بودی پشت سر همه میهن پرستان و به راستی که افسر شایسته، سرهنگ شایسته گارد شاهنشاهی ایران بودی. دست گل درد نکن جناب سرهنگ، با افتخار میگم دست، همیشه هم دیدید پای تلفن هست کردن، دست شما رو میبوسم. درود به شرفتون و به درجهتون سوگند، همون سوگندی که شما یاد کردید ما پای همون سوگند ایستادیم تا شاهمون رو برگردونیم. سپاس از لطف و محبت جناب سرهنگ. حالا خوب گوش کنید، بریم سراغ ابی. ابی من یه بارم بهت گفتم، جلو روتم گفتم تو هامبورگ، میدونم یادت نمیاد، خیلی ماشاءالله شما طرفدار داری، ولی تو تلویزیونم گفتم من آدم نیستم چرت به درف بزنم. من هیچگاه نه از تو خوشم اومد، نه از رفیقت، و نه هیچگاه، نه از صداد، نه از تیپت، نه هیچی، نه شخصیتت. اینو اول تقدیم واضح روشن کنم، من طرفدارت نیستم، ولی طرفدار نیستم این نیست که من دشمنت باشم. ما در تاریخمون فراموش نمیکنیم تو خلیج فارس رو تو دبی به $20,000 فروختی. دین این یکیش. من ابی اهل موسیقیم، من اهل سینمام، من شما خانواده های سینما و موسیقی رو میشناسم، حالا به چه دلیلی این تو ایران مشخص میشه. روزی که میای میگی با رفیقت میگی نون و پنیر و سبزی که بعد برات هورا میزنن و اصلا شد سرود ملی، شد سرود ملی، مردشور قیافه اون جنتی عطاییتون رو ببرن، مردشور قیافه اون بابک بیاتتون رو ببرن، مردشور قیافه تمام اون عرازل اوباش رو ببرن، عرازل اوباش هن اونا. وقتی میای میگی که پایه همه گلدسته ها، دوباره اعدام صدا، دوباره مرگ گل سرخ، دوباره ها دوباره ها، تو با رفیقت همیشه میخوای این جریان گل سرخ رو نگه دارید چون بنمایتون چپه، ولی جرأت بازگو کردنشو ندارید. مرد باشید بگید ما چپیم، زیر آبی نرید. رفیقت هم چپه، نه سواد چپ داشته باشید، چون چپ بودن سواد میخواد. تو باید مارکس رو بشناسی، باید مارکس شناس باشی، باید انگلس شناس باشی، باید لنین رو بشناسی، باید بفهمی لنینیسم یعنی چی. نمیفهمی، من میدونم نمیدونی، من میدونم، من میزان سوادتون رو میدونم، من میدونم. جلوی ملت ایران هر جا که بگید میام میشینم با چپ چپتون باهاتون گفتگو میکنم. به شرفم سوگن اگر تو کتاب ماتریالیست دیالکتیک رو خونده باشی، به شرفم سوگن اگر تو بدونی جریان ماتریالیست دیالکتیک چیه، به شرفم، به ناموسم سوگن. شماها چپ ادایی هستین، چپ این که زیر علم احمد شاملو سینه زدین. احمد شاملو چی بود؟ هیچ پخی نبود، یه مردی که یه وافوری بی سواد بود، مثل علی شریعتی که مورفینی بود. خیلی حرفا باید داشتم ابی، ولی در همین حد بهت میگم خیال نکن ما میهن پرستان، ما بچهای زمان شاهی، ما هنوز زنده ایم. خیال نکن ما شماها رو فراموش کردیم، ما یادمون هست که گفتی وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم براهاشو میلیسید، دلتنگم دلتنگم، همون دلتنگیرم رفیقت داشت میخوند. خیال نکن ما فیلم کندو رو یادمون میره که ملت ایرانو وحشی نشون دادید، که از
جنوب شهر تا شمال شهر بری عرق بخوری، بعد تو توی کنتینرتال واسش آواز بخونی. خیلی داستانای خیلی پرونده هاتون جناییه، خیلی خراب کردید. این بچه جوون دختری که میاد گریه میکنه، این محاصله خواندن شقایق اینجا من خیلی غریبم، این محاصله خواندن اون گل گندم و گل گندم مال من هرچی که دارم مال تو، اینا محاصله بازی کردن تو اون فیلم های مسخره فرزان دلجوه. ما میگیم چرا نگیم؟ بس دیگه. به همسر پادشاه مملکت توهین میکنی، چرا؟ مگه تو چپی؟ حتما هستی دیگه. یا مجاهد باید باشی، یا ملا باید باشی، یا چپ باید باشی، یا مصدق باید به یه جای برخورده دیگه. چرا به من بر نمیخوره؟ چون من چپ نیستم، چون من شرفمو نمیرم بذارم رو کتاب لنین، من شرفمو میذارم روی شاهنامه. من نمیرم زیر علم استالین سینه بزنم، من میرم زیر علم رضا شاه سینه میزنم. رضا شاهی که همه شما در چهار جمله خلاصه‌اش کردید: چکمه، استبداد، شلاق، دیکتاتور، محمد رضا شاه، ساواک، آمریکا، کودتای ننگین 28 مرداد. و برای شعر و ترانه خوندید. مسعود کیمیایی اونطوری بود، جنتی عطایی اینطوری بود. دست خواهش بسته دیگه. اسامی رو بگیم، از حضورتون مرخص بشیم. شبی بود. امشب شبی بود. که این شب ادامه داره جمعه. با یک جهان سپاس از جناب مهندس یاوش گرامی. جدا تشکر کنید از این مرد شریف. خیلی با زحمت ما رو رو خط میاره، به خدا قسم. فری میم $150 سپاس از شما. آرمان اهوازی اروین $30 سپاس از شما. ناصر غلامی $15 سپاس از شما. جعفر ف $10 سپاس از شما. آهوشنگ هم کالیفرنیا $50 سپاس از شما. میهن شاه $50 سپاس از شما. اهورا اسرائیل $25 سپاس از شما. ساناز $50 سپاس از شما. مرضیه بون آلمان €10 دست درد نکنه. داریوش آریایی لندن $100 سپاس از لطفه. نسرین هلند $107 دست گل درد نکنه. شهردار کره ما $50 سپاس از لطفه. بانو زند $30 ممنونتم. امیر آلمان $55 دست گل درد نکنه. دکتر یاسمین خارزمی سوئیس $55 دست درد نکنه خانم دکتر عزیز. آقا فرشاد گل و خانواده عزیز اورژگانتی $450 خیلی ازت ممنونم. آذر عزیز ما مریلند $100 دست درد نکنه بانو آذر. آرش هامبورگ بچه محل ما €10 دست گل درد نکنه. دیوگو £10 دست درد نکنه. سرباز دور از وطن $100 سپاس از لطف و محبت. کیان رنگین کمان $10 باریکلا آفرین دست درد نکنه ممنونتم. بانو فره هیوستون تگزاس $100 دست درد نکنه. و بازم با یک جهان سپاس از جناب سرهنگ وزین عزیز سازمان سرباز لس آنجلس که خیلی لطف و محبت کردید. ممنونتونم جناب سرهنگ. ببخشید لباس نظامی نیست، فضولی کردیم. سلام نظامی دادیم. سپاس از لطف و محبت شما و همه شما خانم آقایون. و یک جهان سپاس جناب مهندس یاوش گرامی. بچهای میان پرست سینه سپر محکم همتون با پرچم مقدس سرهنگ شیر و خورشید نشان ایران برای بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی در سراسر ایران و جهان به خیابونا بیاین و فریاد بزنین تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی. این از شعار ملی رضا رضا پهلوی. پاینده ایران جاوید شاه. اونا پرنده سازی نکنین، نوبت شما میشه بالاخره. ما کسی شما نجات نخوام، اون مردم پدر شما رو در میارن. اون مردمی که گول خوردن پدر شما رو در میارن. سال 57 دیگه تموم شد. 57 دیگه نیست. پدر شما در اومده است.